با درود فراوان به شما عزیزان، من دکتر فرجان زینی روانشناس هستم و به یکی دیگر از برنامه‌های ندای درون خوش آمدید. همونطور که می‌دونید این برنامه ایست راجع به مسائل روانشناسی و اجتماعی و با میهمانان عزیزی که دارم، مخصوصاً در جمعه‌ها با هنرمندانی که گفتگویی دارم راجع به نه تنها هنرشون بلکه دیدگاه‌های اونها و تجربیاتشون وقتی که به مسائل روانشناسی و اجتماعی میرسه. امروز خیلی خوشحال هستم که یک مهمان بسیار بسیار عزیزی که الان ماه هاست من دنبال ایشون هستم تا وقت به من بدن که بیان و در کنار ما باشن، جناب آقای هوشنگ توزی، کارگردان، بازیگر و نویسنده تئاتر. مرسی از اینکه با من هستید. خواهش میکنم، خیلی خوشحالم که اینجا هستم، ممنونم. شما ماها دنبال من بودید، منم ماها منتظر بودم یکی بهم زنگ بزنه منو دعوت کنه به برنامه‌تون، ولی از اینکه نتونستم برنامه قبلی تیم بیام واقعا ازتون معذرت میخوام، از همه تماشاگران برنامه تونم معذرت میخوام. الان خیلی خوشحالم که در خدمتون هستم. منم همینطور، من واقعا برنامه های شما و تئاترتون رو خیلی دوست دارم. من اکثر تئاتراتون رو اومدم و بی اختیار از ته قلبم نه تنها میخندم بلکه گریه میکنم، بلکه انگار مثلا در آن واحد تمام قسمت‌های احساسی وجود من رو میگیره. و بعد دیشبم داشتم دوباره تو یوتیوب اینا رو نگاه میکردم که یاداوری بکنم، همین احساس داشت برام پیش میومد، قشقش خنده و بعد حالتی که اینقدر تاچ میکنه قلب آدم رو که برام خیلی جالبه که این مدلی که ممکنه، خب من روانشناسی مکرران دارم نگاه میکنم که چجوری این مغز کار میکنه که این رو ارائه میده، چجوری باید مثلا فضای جامعه رو بشینه نگاه کنه، تو مهمونی ها تو جاهای مختلف بشینه نگاه بکنه، از توی اون مسائل اصلی رو در بیاره، مسائل اصلی که دردآوره برای آدم ها، مسائل اصلی که اون ملت دارن باهاش دست و پنجه نرم میکنن، و بعد حالت کمدی هم داشته باشه، تراژدیش بیاد بیرون، کمدیش بیاد بیرون، و نویسنده‌ای که طریقی که جملات و دیالوگ داره نوشته میشه این فضا رو به وجود بیاره. دیشبشم نگاه میکردم یکی از کلیپاتون رو و بگم قشقش میخندیدم، it's like how do you come up with these things، اصلا amazing. حالا برای اینکه چجوری how do you come up with them. خواهش میکنم، اولا لطفترین، خیلی ممنونم، خیلی باعث افتخار و خوشحالی منه که یک روانشناس سرشناس جامعه من، یعنی جامعه ایرانی، به کارهای من اینطوری نگاه میکنه و من واقعا خوشحالم که خب البته میدونی کمتر کسی از تماشاگران تئاترای ما به این مسائل فکر میکنن، میان در مقابل چیزی قرار میگیرن، میخندن، بغض میکنن، تاچ میشن به قول شما، به فکر واداش میشن و میرن. و خب اما شما دارین اینا رو دارین آیتمایزش میکنین. من فکر میکنم خب کار هنر، در واقع هنر با روانشناسی، با جامعه شناسی یک رابطه بسیار تنگاتنگ داره. یعنی هنر بدون جامعه شناسی و بدون روانشناسی خب یک کار سرگرم کننده صرفه، تأثیرش رو نمیذاره، تأثیری نداره، فقط برای سرگرمیه. خب تئاتری که در این گروه ما کار میکنیم و دوستانی که من باشون کار میکنم غالبا بر این عقیده هستن که هنر میبایست یکی از مسائل بغرنج جامعه رو، یکی از چالش های اجتماعی رو، یکی از یک مشکل اجتماعی رو اولا پیدا بکنه، انگوشش بذاره، نه براش جواب پیدا بکنه، برای اینکه هنر کارش جواب پیدا کردن نیست، هنر کارش مطرح کردن این مسائله، مردم خودشون باید اون جواب رو پیدا بکنن. وقتی به یک نفر جواب مشکلش رو میدی، خب شما دکتر باشه، آی دکتر من چجوری میگه شما سر درد میکنه این قرص رو بخورید؟ خب هنرمند دکتر جامعه که نیست، پزشک نیست، اما اگرم سعی بکنه باشه خوب نیست به نظر من. هنرمند نباید جواب رو به مردم بده، وگرنه میشه یک سیستم دیکتاتوری که من فکر میکنم مشکل جامعه اینه و جوابش اینه. اصلا اینطوری کار نمیکنه، حداقل من این شیوه رو نمیپسندم. هنر کارش کنکاش و جستجو در روابط و مسائل اجتماعی و مطرح کردنش طوری باید مطرح بکنی که
مردم دردشون بیاد. حالا اون خنده هایی که شما میبینین مردم میخندن، خب اون خنده ها خنده بسیاری از مواقع خنده لذت نیست. اگر لذتی داره به خاطر اینکه من و شما با هم یه چیز رو کشف میکنیم، من و شما مشترکاً داریم به این مسئله میپردازیم. اما نهایتا اون خنده ها میتونه از درد بیاد. به نظر من کمدی و تراژدی هر دو دو روی سکن. بنابراین من خودم به عنوان نویسنده، حالا نمیدونم چه جور سالها طول کشیده، مثل شما که در جامعه وقتی قرار میگیرید، در اون جامعه قرار میگیرید، چه از طریق رسانه‌ها، چه از طریق حضوری در مهمانی ها، در گرد همایی ها و روابط اجتماعی رو میبینید و بعد مسائل اجتماعی رو پیدا میکنید توی این رابطه ها. چرا آخه رابطه دو نفر انقدر بده؟ چرا رابطه دو نفر انقدر خوبه؟ دلایلی داره. اون دلایل رو در نمایش ها من پیدا میکنم و به شکل لباس طنز کمدی میپوشونم و یه خود شیرینش میکنم و این رو ارائه میدم به مردم. چون داستان نویسی خیلی مهمه و یکی از مواردی که مثل که شما اول اصلا نویسندگی رو دوست داشتی که در ابتدا قبل از بازیگری بعد و بعد نوشتنی که میدونی نوشتن رمان یا نوشتن موارد معمولی متفاوته، تاریخ متفاوته تا سناریو نویسی. من که سناریو نویسی همش توی یک دیالوگی داره اتفاق میفته، یعنی ارتباط کامل انسان‌ها مکررن توی این دیالوگ داره نوشته میشه که مدل نویسندگی خیلی متفاوته تا کسی که در مجله در روزنامه راجع به چیزی می‌نویسه. درسته. یعنی نه تنها نوشتن اون دیالوگاست، ارتباط و طریقی که هر کدوم از دیالوگا داره احساساتی رو نه تنها برای بازیگری که در جلو هست به وجود میاره، بلکه انعکاسش برای گروه سومی که در حقیقت آدینس هستن و ملتی که دارن نگاه میکنن و این ارتباط رو میبینن رو، همه اینها رو باید به وجود بیاره. این خودش خیلی خیلی کار شاقیه. یک کتابی هست که من راجبش با شما هم صحبت کردم و نویسنده این کتاب یک رمان نویسی که مهمان من بود، خانم مهناز کریمی، و ما با هم یک رمان سایکولوژیکال نوشتیم و یکی از گفتارهای اینه که برای قرار بشه، چون خیلی حالت تصویری داره و یکی از زیباییاش اینه که من امیدم اینه که یه روز این فیلم بشه، اینه که خب این چه جوری میتونه این رمان سناریوی فیلم بشه. بعد که داشتم کار شما رو نگاه می‌کردم، خب اون برام تداعی شد که نگاه کن چه ظریف‌کاری باید توی این دیالوگا اتفاق بیفته که به فاصله خیلی کوتاه بتونه اون ارتباطات، مفاهیم و ایده هایی که شما دارین میدین با قاطی کردن احساسات و هیومر، که به قول یکی از این دانشمنده که الان اسمش یادم نیست میگفت life is really not funny if you don't try to make fun of it، و اون کاری که شما دارین میکنین همه اینها در یک بسته میاد که بعد خب خیلی موفقه. خیلی ممنونم. همونطور که خودتون اشاره کردین، رمان نویسی با نمایشنامه نویسی کاملا متفاوته. در رمان تخیل کار میکنه و جلو میره، در نمایش تخیل یک جوری دیگه است. ما دیگه همه چیز محدود میشه، جغرافیا محدود میشه، زمان محدود میشه، محدودتر میشه در واقع. بنابراین اون مفهومی که در یک رمان وجود داره، معمولا سناریو نویسا این رو از طریق تصویر سعی میکنند به وجود بیارن و در تئاتر از طریق فضا و ارتباط بین کاراکترهای مختلف سعی میکنن به وجود بیارن. بنابراین دو تا جانور متفاوتن اینا، گرچه که اساس یکی، اساس نویسندگیه که از تخیل میاد. این هنری که هنر نویسندگی به سناریو نویسی و بعد کارگردانی تئاتر و بعدش هم به بازیگری در فیلم سینما، و میدونم که این دوتا خیلی خیلی با هم متفاوته و یکی از آخرین فیلم هایی که بازی کردین هم دوست دارم که راجبش صحبت کنیم، ولی برای شما بذاریم عزیزان. ولی اول صحبت کنیم راجب این تفاوت از کجا به کجا، و بعدش میخوام حتی راجبه اینه که در فضا و جامعه ایرانی کار کردن چه تفاوتی داره با جامعه هالیوود و آمریکایی کار کردن. بله، قصه غم انگیز و درازی خواهد بود، یعنی طولانی. عرض کنم خدمتتون که بازیگری به طور کلی از تئاتر میاد، قبل از اینکه سینما وجود داشت باشه، اختراع شده. اصلا هنر به طور کلی از مراسم مذهبی به وجود اومده. به طور کلی
و سرچشمه تمام هنرهای افغانه تئاتر بوده، تئاتر و رقص بوده. حالا کاری نداره، نمیخوام اونقدر بریم به عمق که ببینیم اینا چطوری به وجود اومده. از مراسمی که در قبیله های دور افتاده دورم جمع میشدن، مراسمی که ایجاد میکردن جادوگرا فلان اینا، و بعد این تئاتر از اونجا نشأت گرفته، ریشه هاش اونجاست. اما به امروز که میرسه، خب ما میبینیم که بهترین بازیگران سینمای دنیا کسانی هستن که از تئاتر میان. بازیگری رو در تئاتر آدم میفهمه، در تئاتر تجربه میکنه، در تئاتر نضج میگیره بازیگری. ما الان بازیگری در سینما داریم که میبینیم که بسیار معروفن، بسیار سرشناسن، ولی بازیگر نیستن. آیا به خاطر اینه که هم باید اون ارتباط رو برقرار بکنن و چون لایو جلوی انسان ها هست، آیا اون انرژی که جلوی انسان ها هست یا اینکه نمیتونن اشتباه کنن، کات بکنن، چه چیزی باعث میشه؟ اصلا مربوط به اون نیست. مربوط به اینه که بازیگری در تئاتر یک بازیگری به نظر من اوریجینال واقعیه که بسیاری از هنرمندهای خارق العاده تئاتر مثل مارلون براندو میاد میشه مارلون براندو، ولی ما امروز دیگه مارلون براندو نداریم، برای اینکه بازیگرا بی واسطه میان تو سینما بدون طی کردن مرحله بازیگری در تئاتر وارد سینما میشن. اونو متوجه شدم، ولی شما این که بازیگر تئاتر هستید و بازیگر فیلم هم هستید الان، درسته؟ Who you are is different. کسی که در میره جلوی صحنه توی تئاتر خیلی متفاوته تا اون. میگم تفاوتش چیه؟ تفاوتش اینه که ببینید در تئاتر تماشاگر شما رو لانگ شات میبینه، از دور میبینه. بنابراین صداتون، حرکاتتون، حستون وقتی از شما ایشو میشه، وقتی از شما باید ابراز داده میشه، باید بره به خودمون دیوار ته تئاتر، تمام از رو سر این تماشاگر رو، از میون تماشاگر رد بشه در یه سالن مثلا فرض کنید 1000 نفره و بعد برگرده به شما. یعنی انعکاسش خیلی بد بیشتر، خیلی وسیعه. در نتیجه رفتارها، حرکات، تونالیتی صدا، تمام فیچرهای صورت، همه باید اگزاجره بشه تا این اتفاق بیفته. واقعیه اونجا، واقعیه. حالا اگه شما از یک بازیگر تئاتر که در برای تئاتر در یک تئاتر 1000 نفره داره بازی میکنه، شما دوربین کلوزآپ بگیرید، این اگزاجره به نظر میرسه. اوکی. Okay. It's full expression okay. And it's not for the camera, it's for people. Okay. People مثلا چه میدونم 30 متر دورتر از شما. ولی کامرا اینجا آدم قرار میگیره. همون سلولای بدن آدم هست. بنابراین اگر یک نفر در تئاتر تعجب میکنه این نفر صداش کنه اینجوری میکنه، این اگه شما در تصویر ببینه خیلی زشت میشه، زیاده. این سر و صورت و ابرو میره بالا و اینا و در کلوزه. ولی در تئاتر اگه شما مثل سینما که این نفر صداتون میکنه اینطوری برگردی نگاه بکنید، یا مثل من در آرگود نوعی که حرف میزنم اصلا هیچ جام تکون نمیخوره، چون سینما اینو میخواد، کلوزه اینو میخواد. من اگه این کارو در تئاتر بکنم مثلا همه پا میشن میرن، حواسشون سر میره، ارتباط برقرار نمیشه. ولی در سینما میگن اگه صورت شما رو اینقدر میگیرن، اگه شما یه اینجوری بکنید مثل پرده کج میشه. اوکی. و اینا زشت میشه به نظر، زشت به نظر میاد، اگزاجریشن به نظر میاد. اما خب اونجا واقعیه. به همین دلیل حالا بازیگران خوبه، بازیگران سینما میدونن در مقابل دوربین باید خیلی یواش حرف بزنن، خیلی آروم و نگاه ها اصلا اکسپریشن از توی نگاه میاد، نه از توی صورت. بقیه فیشل اسپکشن. اما همین کار شما در تئاتر بکنید باختید. اینه که حالا بازیگران تئاتر که اون حس رو دارن وقتی که میان برای سینما بازی میکنن، اگر بتونن این فرمول رو پیدا بکنن که چطوری خودشون رو مختصر و مفید بکنن، موفق میشن. اگر نتونن موفق نمیشن. اما اونایی که موفق میشن بهترین بازیگران سینما میشن، چون رنج اکسپرشن رو دارن، یعنی از اینجا تا اینجا رو بلدن، میتونن. فقط اونان که دارن کنترلش میکنن که کجا بشن. راجع به آرگو صحبت کردین، آرگو یه فیلمی که الان روی اکران هستش و راجع به زمان انقلاب ایران هست و یک صحنه شما در اون بازی میکنید که اگر اجازه بدین از کارگردان فنی تقاضا بکنم که اونو برای ما بذاره. This film crew is just your son.
No, we have six more from Canada meeting us today. You'd like to film at the bazaar? The bazaar, maybe the palace? Landmark sites. I see. The exotic Orients. Snake charmers, flying carpets. You came to us at a complicated time. Before the revolution, 40% of the movie theaters in Tehran were showing pornography. I understand. The function of this office is purification, as well as promotion for the arts. I'll review this for the minutes. Thank you. Salam. Salam. بله. خب تجربه از این نه. خب ببینید شاید از بیرون استنباط بشه که خب حالا یه فیلمی رفته بازی که تجربه اینو. برای من یه روز کار بوده. دو روز کار بوده. همون موقعی که بازی کردم تموم شد برای من. آیا یه تجربه به خصوصی هست با اینی که مثلا با گروهی دارین کار میکنین که اونها هم خیلی کار کشتن؟ میدونم در گروهی که با ایرانیان کار میکنین خودتون و خیلی از هنرمندان دیگه ای که بازی میکنن باهاتون و خب خانمتون داخل مقدش رو کار کشتن و در نتیجه همیشه با یه گروه بسیار بسیار اکسپرت کار کردین. آیا در فضای هالیوود هم وقتی که بعضی موقع هستش که اشخاص وارد فیلم هایی میشن که الزاماً با آدم هایی که سوپر استار هستن کار نمیکنن، هم شما هم خانومتون این فضا رو در خودتون به وجود آوردین که تونستین تو فیلم هایی باشین که با سوپر استار ها کار بکنین، آیا این تجربه ای که در خودتون انقدر موفق هستین و در کنار اون با اون گروه کار میکنین تجربه به خصوصی داره یا اینی که متفاوت تجربه نیست؟ به خصوصی داره. ببینید خب اون یکی دلیل اینه که یکی از دلایلش اینه که شما کارا رو انتخاب میکنید. من همونطور که میبینید زیاد کار نمیکنم. به طور کلی مثلا قبل از این فیلم هالیوود طلاق دادم. میل زیادی ندارم برای کار کردن مگر اینکه یک کاری بدونم با یک آدمی است که داره کارشو بلده. قبل از اینی که طلاقش بدین یه نامزد بازی با بت میدلر هم مثل اینکه انجام بدین. یک چهار سال قبلی نداره. بازم همونطور که گفتین بت میدلر هم یکی از ستاره های بسیار حرفه‌ای و مطرح آمریکاست که اسکار گرفته در فیلم روز نقش روز بازی کرده. خب آدم خارق العاده ای، حتی به مراتب به نظر من بهتر از آقای بن افلک، یعنی مقام جایگاه بالاتری داره. اونم بازم مسئله انتخابه. یه جایی برای آدم میفهمن با آدیشن آدم میره میبینه که بهتره من این نقش رو قبول نکنم، بهتره خوب نباشم درش، بنابراین من صدا نکنم. ولی برای این با بدنم خیلی تجربه جالبی بود. یعنی خیلی من عاشق کمدی ام. در این بت میدلر شو خب اساس کمدیه و این دوتا خانوم که بعدم میبینید به سرشو میزنه شب برن توی باری و با دو نفر آشنا بشن، در واقع چون یکیشون شوهرده یکیشون آزاده میخوان با یه نفر آشنا بشن، یه مردی آشنا بشن، به هر مردی که میرسن یه اشکالی داره. یه نفر خیلی آدم قد بلند و خوشتیپ و خیلی موفق به نظر میرسه، وقتی باش صحبت میکنم میدونی با مامانش داره زندگی میکنه و با مامانش اومده مهمونی و مامانش همه چیشه، میرن با دو نفر دیگه آشنا میشن، اینا بچه های جوانی هن که مثلا اصلا ربطی به عاطفه و رومانس اینا ندارن، با یکی دیگه آشنا میشن که میبینن این اصلا به یه زبان کاملا متفاوت صحبت میکنه. این چیزای کمدی این شکلیه که چیزی بدیم با هم دیگه نافری و تمام بانوانی که مثلا کسایی که خانمایی که میان پیش من حداقل به همین داستان ها رو تعریف میکنن حتما به این مثال نگاه کنید. من stayed in school and never took any drugs. Can I try a beer? No. اگه شوری بفهمه که من با کی نشستم. بسی که خود که با شما دیم دم خونه ما تو رو خدا جا تو رو خدا شما میه خیلی بار من گیرم باشه باشم بدم زندگی شد این تا تو بازی کنی اگر بیای تو آماده شد Oh, come on.
circle. Hey, ladies. What are you guys doing here? Well, we followed you. We've been here for 2 hours. Yeah, we took the bus. بله توضیح که دادم اینا چیکار دارم میکنم. بنابراین این پیور کامیدی انترتینمنت و برای تلویزیون آمریکا برای ملتی که از صبح ساعت 4 صبح میشن تا 5 بعد از ظهر تو این فری وی کار میرن و میان و کار میکنن. خب این یک چی میگن، یک چیز تنفسه برای آمریکایی‌ها. به کمدی خیلی ارج میگذارن. بنابراین سراسر تلویزیون آمریکا میبینی، میبینی NBC، CBS، اینا یا بیشتر فیلم کمدی هستن. به برنامه ندای درون مجددا خوش آمدید. خوشحال هستم که امروز با جناب آقای هوشنگ توزی در کنار شما هستیم و صحبت بکنیم این مقدار راجع به تجربه شما در تئاتر ایران. بله. و تئاتر امریکایی بازی کردین یا اینکه مستقیم؟ نه، من تئاتر امریکایی بازی کردم موقعی که من 1979 به نیویورک اومدم و در اونجا اصلا قصدم این بود که فقط در تئاتر امریکایی کار بکنم و بعد متوجه شدم که یک ارتباط عجیب غریبی بین زبان فارسی و من هست، ارتباط عجیب و غریبی بین جامعه ایرانی، کشوری به نام ایران، فرهنگی به نام فرهنگ ایران و من هست که این اصلا منو جذب کرد، یه جوری رو من چی میگن منو تسخیر کرده. در واقع خیلی برام سخته وقتی که به زبان غیره کار میکنم، برام سخته، اصلا لذت نمیبرم اونجوری، گرچه که دارم با این احساس خودم میجنگم و به زودی قراره فیلمی به زبان انگلیسی و نمایش به زبان انگلیسی رو کار کنم، اما جوهر داستان این نمایش به زبان انگلیسی و فیلم به زبان انگلیسی ایرانیه. بنابراین یه خود باز راحت تر. راحت تر. مال آرگو رو دارین دیگه؟ نه. مال اون تئاتر رو دارین؟ بله بله. یه تئاتری هست به نام Soldier of Democracy و یک فیلمی هست به نام The Artist یا هنرپیشه. The Actor، I'm sorry. این دوتا به زبان انگلیسی هستن اما مربوط به جامعه ایرانی، مربوط به کاراکترهای ایرانی هستن در جامعه آمریکایی. اوکی. و اون بوده که به چسبیده به دلتون. وقتی که توی فضای امریکایی کار میکنین و توی فیلم امریکایی کار میکنین، آیا اون فضا متفاوته خیلی براتون؟ خیلی متفاوته. و چیزی که علاقه من هستی بهش و اینکه هی برمیگردی باز به فضای نویسندگی و تئاتر رو؟ ببینید هر کدوم خصوصیات و ویژگی خودشونو داره. در جامعه آمریکایی مثلا همین فیلم آرگو یا کار دیگه که من انجام دادم، تیکای کوچولو کوچولو زیاد دارم که اصلا نه بهشون افتخار میکنم، به کاری به زمان فارسی هم افتخار نمیکنم، ولی یه کارنامه ای وجود داره. اینها خیلی با آدم حرفه‌ای رفتار میکنن، خیلی با احترام. ممکنه فردای اون روزی کارتون تموم شد دیگه اصلا نگاهتون تو خیابونم ببینن اصلا نگاهتون نکنن، اما در اون زمانی که شما برای کار میکنید بسیار احترام براتون قائل میشن. صندلی دارید با اسمت خودتون، حتی اگه نقش کوچولو بازی میکنید باز تمام احترام ها رو میذارم. در جامعه ایرانی مسائل فرق میکنه. ما یه خوده میتونیم بگیم جامعه قاطی هستیم یا به قول ایرانی ها قاط زده، قاط زدیم. همه یه جور، هیچ کس سر جای خودش نیست، همه یه جوری جا به جا شدن، نه تنها در خارج از کشور که ما اسمش میذاریم غربت، که مثلا تیمسار دریادار ایرانی در زمان شاه در واشنگتن ران تاکسی شده، یا یه سرهنگی که اومده یه فروشگاه مواد غذایی باز کرده، یا یه هنرمندی که رفته مثلا میکانیک شده. تمام اینا خب جابجایی غربته، تبعید در واقع. اما در جامعه خود ایران هم همینطور آدمایی هستن که به خاطر اینکه اعتقادات مذهبی پررنگی دارن، این میشه رئیس مثلا بانک مرکزی، مثلا دارم میگم. بنابراین هیچ کس سر جای خودش در جامعه ما نیست. ما یه جامعه بدون مدیریت هستیم، همه چیز چی میگن شرکت با بیمه با ابوالفضل یادتونه مینوشتیم اون، همه چیز، ولی همه چیز هم یه جورایی جور میشه، آخرش تخت تمام میشه میره. بنابراین
و توی تمام مثل یک there's an order in the chaos، یه بالا پایینی میره ولی آخرش به جا سر جای خودش میفته. یه واقعا یک بلبشو عجیب غریبیه که خودش نظم خاصی داره و بالاخره جلو میره، تاتی تاتی میکنه به نظر من، جلو نمیره اونجور که باید بره، چون ایرانی ها خیلی آدم های با استعداد و باهوش و باهوشن، خیلی باهوشن، ژنی هم تمام ایرانی ها. اما نهایتا میخوام بهتون بگم که در جامعه آمریکایی تفاوتش اینه که اونجا یک نظمی وجود داره، ضوابطی وجود داره، در جامعه ایران ضوابط وجود نداره، روابط وجود داره. مثلا فرض بکن یه کارگردانی خانم شاله اگر بازیگرم نباشه اینو میاره نقش اول مثلا میده، یا مثلا اگر خانومش بازیگر خارق العاده باش کار نمی کنه، می نویسن روابط، بستگی به روابط داره. مثلا اگر اون نظمی رو که فرضاً شما تجربه میکنین در اون فضا، مثلا اینو در کمپانی ها خیلی میبینیم که ممکنه که یک شخصی رفته تو کمپانی های امریکایی کار کرده، اون سیستم رو یاد گرفته، با اینی که داره میاد با جامعه ایرانی کار میکنه، ممکنه که اون نظمی رو که تو کورپرات ورلد به وجود آورده رو میاره و تا حدی کارایی داره، بعد گهگو داری هم خب اصلا روابط بعد بیاد توش. آیا در دنیای تئاتر و سینما آیا اون نظم شرایطی که عمر وجود داره اگر قرار بشه که بیاد توی کار شما و طریقی که داره انجام میشه کمک میکنه یا نه؟ کمک میکنه. اصلا راه اونه. اوکی. راه برای همه چیز در جهان اونه. نظم، انضباط و اصول. ضابطه خیلی مهمه. ما همه چیز روی رابطه هست. همه چیز روی دوستی و آشنایی و کی با کی شبا میشینه مثلا فرض کن بزمارایی میکنه، فردا اون مثلا اون تو برنامه اونه، اون برای اون بازی میکنه، اون برای اون نمیدونم فلان کار میکنه، ضابطه‌ای وجود نداره. و چون شما وقتی که تئاتر رو درست میکنین، کارگردانی میکنین، تمرین ها رو میکنین و تازه باید برین دور دنیا این تئاتر رو برای ایرانی ها بذارین، به نظر میاد که خیلی کمک میکنه اون نوع نظم رو اگه داشته باشیم. به طور کلی قصه خیلی غم انگیزیه که به همین دلیل من یه خورده کمکار شدم در تئاتر، یه خورده. البته نمایش جدیدم ما در حال تمرین هستیم، بعد از واقعا بعد از یک سال من مدام کار کردم، نمایشم که تموم شده یک کار دیگر کردم. در طول این سالها 13 این 14 هم نمایشی که ما روی صحنه میبریم، البته برای دیگران هم کار کردم، نمایش های دیگران، برای فیلم های دیگران، ولی خودم این 14 همین نمایش مستقلی که ورکشاپ 79 روی صحنه آورده، در این نمایش که اسمش از آچمز، حتما بلافاصله پرسه میشه آچمز، آچمز یعنی چی؟ ولی آچمز یه ترمیه در بازی شطرنج که شما ها میدونید، خیلی ها میدونن، 4 نفره که در یک موقعیتی گیر افتادن. به نظر من جامعه ایرانی آچمز هم شده، مسائل سیاسی، مذهبی، اجتماعی، همه اینا آچمز هم دیگر. فلان کار رو نمیشه کرد به دلیل اینکه فلان چیز مانع، فلان کار رو میشه کرد به دلیل اینکه فلان چیز مانع، اصلا یه چیز عجیب غریبه. همه یه آچ بزنه انگلیسی سرش مانه کچ 22 نه خیلی همون نیست بگه ستیل میت اوکی، یعنی در پس و پیشی وجود نداره. همه یک جوری گیر همن. بنابراین این یک نمایش کامیدی تراژدی، یعنی 7 مرحله کامیدی، یک مرحله تراژدی. البته تراژدی به نظر من، تراژدی و کامیدی از نظر من دو روی یک سکن. بنابراین من این کار حالا بعد از یک سال فکر کردن، 4 سال دارم رو متنش کار میکنم، ولی بعد از یک سال فکر کردن و به قول معروف کست کردن، پیدا کردن هنرپیشه، بالاخره با 4 تا هنرپیشه که یکیش خودم هم، دیگری آقای علی پورتاشه، دیگری خانم شیلا وسوقه و دیگری رکسانه عزیز که داریم این نمایش رو تمرین میکنیم و امیدواریم اواسط ماه آپریل بیاد رو سر. اول توی لس آنجلس؟ نه زمن رکسانه عزیزم که گفتم، خانم رکسانه رستگار که اینم فامیلیش هم گفته باشم، معمولا بچه ها رو با اسم کوچیکم دیگه صدا میکنیم، من و علی شیلا و رکسانا، حالا ولی فامیلیشون هم گفتم، رکسانا رستگار، شیلا بوسوق، علی پورتاش و خود من. این رو
اواسط آپریل ما هیچ وقت از لس آنجلس شروع نمی کنیم. قبلا از لس آنجلس شروع می کردیم، ولی متوجه شدیم که لس آنجلس خوده آدم دماغ سربالا زیاد داره و میان میشینن اینطوری ببینن ما کجا نورمون اشتباه میره کجا رسو. نه، همونقدر که ما صمیمانه میریم روی صحنه و تئاترای آمریکایی وقتی میری 120 دلار باید پول بدی، 90 دلار باید پول بدی و ما قیمتای خیلی مردمی میذاریم روی تئاترمون برای بلیتامون، همون مقدار لازمه که تماشاگرای ما هم صمیمی باشن. ولی این حرفی که زدی خیلی برام جالب بود، برای اینکه بعضی موقع ما این حرفا رو فقط راجع به ایرانی ها میزنیم. من هم کنسرت مدانا رفته بودم، مدانا هم توی وسط حرفش وسط کنسرتش وایساده بود و گفتش که من تا حالا همچین آدیسی ندارم، هر وقت میام لس آنجلس چقدر شماها ادعا دارید. جدی میگی؟ خب درچه فقط بدونه ما ایرانی های لس آنجلس هم به خاطر فضای لس آنجلس اینقدر ادعا پیدا کرده. هر جامعه که زیاد میدین، ببین هالیوود میدین، استودیو سیتی میدین، نمیدونم یونیورسال استودیو میدین، دیزنیلند میدین، اینو میدین، اونو میدین، همه چی رو میدین، خب یه خورده چیز میشه، یه خورده امر بهش مشتبه میشه. بنابراین نیست که همه دنیا در خدمت اینا، ما باید بریم خودونو بکشیم بیاریم با یه روایت برای اینا خودونو بکشیم این لبخند بزنیم. نه، هممون هم اکسپرت شدیم دیگه، هممون هم اکسپرت شدیم. من میخوام این کلیپی از تئاتر قبلتون رو، یک ایرانی در بهشت، یک ایرانی تصادفاً در بهشت، تصادفاً در بهشت رو یک مقدارش رو بذاریم و راجع به اونم صحبت کنیم. خیلی آدم چطوری بگم، ببخشین گوهی بودم. شما تکیه میکنین حداقل در این مکان میتونین از کلمات بهتری برای تشریح خودتون استفاده کنین. خانم شما که در من نمیشناسید، تنها کلمه که میتونه من از نظر ایشون تشریح بکنه همون گوهه. با تشدید من وقت حالش خوب باشه، من تا این چیزی باشه لطف میکنم و تشدید رو نمیزنه. خیلی لطف میکنم خانم، شخصی نگیری خدا شاید، ولی من نمیدونم از وقتی که اومدم از دسته که شما رو دیدم شما خیلی به نظرم آشنا میاد. بقیانا من شما رو قبلا جایی ندیدم. کجا میدونی سروس؟ شما عجیب من یاد زنم میدنسید. خدا شاهده از وقتی که فهمیدم میمون شوش به دنیا آمدم هرگز یادش نرفت. خدا عزیزم مهم میزنم کجا به دنیا میاد، مهم اینه که کجا بمیره، اون مهمه. چون ما دست خودم نیست کجا به دنیا میاد، ولی اونجا که میخوام بریم دست خودمون اعتماد کنم، بنابراین مهم نیستم کجا به دنیا میاد. بله میفرمایید. ببخشید اسم شما فرمودی چی رو؟ من نفرمودم، من غلط کردم که بفرمودم. ولی اتفاقایی که داشت با بدنتون میافتاد گویای اون صحبتی بود که اول داشتی میکردین که در تئاتر به خاطر اینه که تمام حرکات موومنت ها باید هزارمین نفر هم توی صحنه روشنی بشنوند، در تئاتر خیلی شمرده تر صحبت میشه و تمام کلمات گفته میشه، در حالی که همینجور تو همون فیلم آرگو دیدیم همه آقای بن افلک رو میبینیم مامبل میکنه. مثلا مارلون براندو نمیتونه آدم بفهمه چی میگه، چون دیگه کلام در سینما مهم نیست، در سینما تصویر مهمه. این صورت این اینجوری نشه، مثلا خدا نکرده خانمی آقا زشت بشه. بفهم سوال خصوصی اینه که در فضایی که شما یه دختر داری، درسته؟ در فضایی که داشتین زندگی میکردین به هر دوتون لس آنجلس بودین، شما نشوار جان لس آنجلس بودین، داشتین دخترتون رو بزرگ میکردین، بعد یواش یواش فضاها تغییر پیدا کرد، یعنی به خاطر مسائل سینما، به خاطر رول هایی که گرفته شد، چه خودتون چه شوهر جان، دیگه یک مسئله ای شدش که اکثرا ممکنه جاهای مختلف باشین و زندگی تغییر پیدا کرد، درسته؟ یعنی زندگی از یک جایی که برسات شهرت در میان جامعه ایرانی متفاوته تا شهرت یک دفعه در مقام بزرگترش در فضای امریکا، زندگی زناشویی و خانوادگی به عنوان پدر، به عنوان مادر، به اون فضایی که بچه‌تون دخترتون داشت بزرگ می‌شد، چه تفاوتی کرد از جایی که از لس آنجلس یکم حالت گلوبال تر گرفت و یه مقدار در ذهنیت آدم‌ها، در دید آدم‌ها متفاوت شد؟ بله، عرض کنم خدمتتون که
ما در از ابتدا که زندگیمون رو شروع کردیم، چون هر دو متعلق به کارگاه نمایش تهران بودیم، من و شوهر، از اونجا هم دیگر میشناختیم، از ایران. و در 1984 که من از نیویورک اومدم ایران، اومدم میگم ایران تهران جلس، اومدم تهران جلس و شوهر هم با یک نمایش اومد بود اینجا. خب ما اینو ما دوباره اینجا هم دیگر دیدیم و من بهش پیشنهاد یک کار نمایشی کردم و بعد به قول معروف قاطی شدیم و ازدواج کردیم. ولی در شروع من و شوهر هر دو سربازای تئاتر بودیم. ما بازیگرایی بودیم که همه چیز زندگی ما بازیگری بود. همه چیز زندگی ما هنوزم همینطوره. خب وقتی که بچه دار شدیم، خب تا مثلا پس من سن 4 سالگی هر جا که ما میرفتیم تارا با ما بود. طوری تنظیم میشد که تارا با بیبی سیتر بزرگ نشه. بعد اونجایی که هیچ فامیلی نداشتیم همه جا تارا با ما بود. تارا دختر من وقتی که واقعا 5 روزش بود، شاید مثلا 1 هفتهش بود، شوره اینو بغلش کرد اوورد در یکی از تئاترهای من که خودش بازی نمیکرد به نام گمشده در باد. این از اون بره صحنه بود، اون بره صحنه، یعنی صحنه ای بود که 24 نفر بازیگر اون صحنه بودن. ببین اون موقع ما چه کارایی میکردیم. و شوره هم قاطی اون جمعیت، بدون که کسی متوجه بشه، اومد قاطی اون جمعیت و تارا رو از این بره صحنه بود، اون بره صحنه. و تارا تمام نمایش بوی خوشش ما رو حفظ بود. و چون نمایش کمدی بود و این علاقه من شد به این قضیه، هر جا ما رفتیم واقعا تارا رو بردیم. کارا رو طوری تنظیم میکردیم که اگر میریم اروپا موقعی بریم که تارا مدرسهش تعطیله. بنابراین تارا مثل ما تمام جای دنیا رو دیده، گشته. به همین دلیل امسال سال آخر چپمن یونیورسیتیه و فیلمساز داره میشه. به 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 این تأثیری بود که داشت. اما وقتی که زندگی ما یه خودش شروع‌تر شد، خب خیلی طبیعیه. شما یه فیلمی می‌بینی مثلا من بازی کردم و شوره بازی کرده، خب خیلی تصور میشه که ما چقدر برای این فیلم رفتیم، کجا رفتیم. نه، اونقدر نیست. مثلا پس ما از تمام فیلمایی که شوره بازی کرده به جای مختلف دنیا رفته، جمع اینا رو در طول 10 سال که جمع بکنیم مثلا شده مثلا 5 ماه. یک هفته، دو هفته، 3 روز، 2 روز. بسیارش اینجا بوده، فضای کاری و فضای خانوادگی یک جوری همیشه در کنار هم بوده و این بوده. ادامه پیدا کرده و ما این انتخاب زندگی ما بوده. هر دوی ما بازیگر هستیم، بازیگر تئاتر و سینما، و این احترام رو برای همدیگه، این احترام و آزادی رو برای همدیگه قائل هستیم. با اطمینان خارق‌العاده‌ای که به همدیگه داریم، هیچ وقت نتونست اون کارا در زندگی خصوصی ما تاثیر بذاره. خیلی مهمه، چون 25 سال داریم با هم زندگی. دقیقاً، و خیلی خیلی مهمه که این فضا حفظ شده، چون به هر صورت ما اینو توی هنرمندا، چه در ایرانی و چه مسائل برسات هالیوود، هنرمندا رو می‌بینیم که در زندگیشون خیلی خیلی تاثیر می‌ذاره. شرایط تاثیر می‌ذاره. یکی از مواردی که خیلی تاثیر می‌ذاره رقابته. وقتی دو نفر تو یه کار هستن، بی اختیار اون فضای رقابت به وجود میاد. با این که آدم ممکنه واقعا عاشق همسرش باشه و عاشق کار همسرش باشه و واقعا هم بهش احترام بذاره، بالاخره انسانمون گهگداری ممکنه به وجود بیاد. و اینکه چجوری رد کنه اون مهمه، خیلی مهمه که چجوری اینا رد کنه و اون عشقش رو، اون احترامش رو، سپورتش رو، پشتیبانش رو برای همدیگه نگه داره. و من اینو واقعا دیدم در کار. حالا شاید این مقدار به خاطر اینکه هر دو مادر یک کار هستیم به ما کمک کرده. بدانین که هر چی از نظر شوره، هر چی من در کارم پیشرفت بکنم، او خوشحال تره، برای اینکه منافع ما همه در یک کاسه است. همه چیز از کردیت و مسائل ما، همه چیز. بنابراین ما نه تنها زن شوهر هستیم، پارتنر هستیم با هم، شریک یک زندگی هستیم، هر دو پدر مادر یک موجود هستیم. بنابراین هر چی شوره بیشتر پیشرفت میکنه، بیشتر معروف میشه، این به نفع خانواده منه، بخاطر به نفع دختر من، به نفع من هست که در پارتنر شوره هستم. و به طور کلی ببینید، مسئله اینه که اگر من به عنوان یک نویسنده که اینقدر میشینم در کارام مردم رو نصیحت میکنم که نمیکنم هیچ وقت، ولی فرض بکنیم این شکلیه، اگر در زندگی خودم نتونم با حسادت های خودم که 100% دارم، همه داریم، اینو از چیزای شخص، اینا چیزای طبیعیه. آقا این فرانی
آدم حسودیه، خیلی عجیبه، میگه نه اصلا درسته. انسانی که حسادت نداشته باشه که یه بیماریه، انسانی که ایگو نداشته باشه بیماری، انسانی که به خشم نرسه، انسانی که عصبانی نشه، اینا همینا هست. اون هنر که آدمو یک انسانو میتونه رستگار بکنه به قول معروف، چطوری اینا رو بالانس بکنه، چطور ما متعادل بکنیم اینا رو. من باید اجازه بدم حس حسادتم نفس بکشه، حس رقابتم نفس بکشه، اما نباید بیاد یه چاقو بشه بره تو قلب خود من تو قلب بگره. بنابراین ما هر دو به خاطر احاطه‌ای که به این به مبحث فلسفه و نمیدونم روانشناسی و جامعه شناسی داریم، این مسائل با هم داریم. نمیگم خیلی راحت ها، نه راحت نیست، ولی خوشبختانه تونستیم تا این لحظه که الان من پیش شما نشستم این مسائل رو حل بکنیم. و رشدیه، میدونی وقتی که نگاهش میکنیم و از توش رد میشیم، اونجاست که رشد میکنیم و قوی تر و قوی تر میشیم. و این مهمه که هست، وجود داره، نگاهش میکنم، میپذیرمش، تجربهش میکنم، راجبش حرف میزنم، اجازه میدم که توی ازدواجم کاربردش رو داشته باشه و فاندیشن رو قوی بکنه. دقیقا. اسکار میرید یا نه امسال؟ فوریه 24 نمیدونم. در شو بیزینس یه مسئله معروفی هست که میگن هیچ کس هیچی نمیدونه. هیچ من نمیدونم اون موقع چی میشه چجوری میشه. دعوت میکنن، منو دعوت نمیکنن. ولی به طور کلی بهتون میگم من انسانی هم که تو آلبو بودین، آلبو این همه داره برای اسکار میره. به من اگر مثلا فرض کنید من تنیس خیلی دوست دارم، اگر به من بلیته یک مچ تنیس رو بدن ردیف اول، یا بگن از خونه بشین تو تلویزیون نگاه بکن، ترجمه دم از خونه بشین تلویزیون نگاه بکن، برای که تلویزیون حق انتخابه بهتری میده به من تا موقعی که من توی اونجا باشم. برای اونجا یک نمایشاتی وجود داره که با رویات منم خیلی سازگار نیست. البته من یه خود دعاتی تشریف دارم، زدی دارم بهتون میگم، یه خود رویات شوره میگم، میشه میگه تو یه خورده اولد فشن، یه خورده میگم آره حق با توه، یه خورده از این چیزا، این نمایشات زیاد شاید میگه سن رفته بالا دیگه، این پرستو نمیکنه. نه اصلا این پرست نمیکنه، اصلا میگم گوه ناده میوست واقعا امیوز نمیشم با این چیزا، دست خودم هم نیست. اینه که به نظر میدم یه سری نمایش های جانبیه. من ترجیح میدم به جایی که برم داره رد کارپت رو اینا، یه کارگردان خوب یه نقش به من بده و کارمو بکنم. به نظر من آدم موفق کسی که کار میکنه. دقیقاً. آدم های معروفی هستن که کار نمیکنن و خب مدام عکس و تفسیراتشون در روزنامه ها و مجلات اینا، یکی ماشینش از صبح میکنه اسمشو میگن، عکسشو میگن. من اصلا از این چیزا خوشم نمیاد. من دلم میخواد موقعی هم که دارم تاثیرگذاری مطرحه. دقیقاً. و مصاحبه تلویزیون وقتی میکنم دارم میخواد موقعی این کارو بکنم که دارم این نمایشی تمرین میکنم، موقعی که دارم این فیلمی رو بازی کردم، مثل امروز که یک مناسبتی داشت. بنابراین آره نه معلوم نیست و فکرم نمیکنم که اونجا باشم، ولی امیدوارم شما باشید توی آسکر. هنوز از من دعوت نکردن برم، ولی چشم خدا خیلی ممکنه تا این اتفاق بیفته. واقعا میگم هیچ میزه. مرسی از اینه که با من بودید، دعوت رو قبول کردین. خیلی خوشحالم که آچمز آچمز داره به اکران میاد. اگر شما در زندگیتون آچمز بوده اید، ما که بودیم هنوزم هستیم، شدیدن مقدار خیلی زیاد. و دوباره لطف کنین که بیاین راجع به مباحث جدیدتری بعد از آشپز رو ببینیم، بعدش بتونیم که با هم دیگه راجع به اون صحبت بکنیم. خیلی خیلی ممنون. خواهش می‌کنم. مرسی از شما عزیزان که با ما بودید و تا هفته دیگه. منم تشکر می‌کنم. به خداحافظی. روز و شبتون خوش.